بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا و نبينا و مولانا محمد. با نام و یاد خداوند یکتای بی همتا و با درود بر روان مطهر حضرت سرور و سالار انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز و همچنین جناب استاد گرامی و با اتحاف و دعا بر روان پاک شهدای سرزمین مقدس فلسطین و آرزوی نابودی رژیم پلید صهیونیست. احمد یاسین دلجو هستم، محصل پانزه انجینری مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و پروژه سنفی که امروز میخوایم خدمت شما ارائه بکنم تحت عنوان بررسی نقش فلزات در صنعت ساختمانی. اول یک مقدمه درباره نقش فلزات در صنعت ساختمانی خدمت شما میگم. از اونجایی که نسل بشر از میلیون ها سال قبل به صورت مداوم مردمان کنجکاو و مردمانی بودن که به تجسس علاقه داشتن، فلزات هم در حدود 4000 سال قبل از میلاد مسیح مورد استفاده قرار می گرفتن. از آنجایی که فلزات از مقاومت بالای برخوردارن و همین موضوع باعث شده تا استفاده از آنها در صنعت ساختمانسازی به صورت مداوم و متداوم مورد استفاده قرار بگیره و یک امر بسیار مهم و ضروریه. علاوه بر مقاومت بالایی که دارن، دارای انعطاف پذیری و قابلیت شکل پذیری به صورت بالایی دارن و دارای متریالی یا انعطاف پذیری ایدئال برای کاربردهای مختلف تبدیل شده. و کدام فلزات در صنعت ساختمانی مورد استفاده بیشتر قرار میگیرن؟ فلزاتی که در صنعت ساختمانی مورد استفاده بیشتر قرار میگیرن به دو دسته، فلزات آهنی و فلزات غیر آهنی تقسیم میشن و آلومینیوم و فولاد و آهن جز پرکاربردترین فلزاتی هستند که در صنعت ساختمانی به مورد استفاده قرار میگیرن. و این سه فلز همچنین هم دارای انعطاف پذیری بالا و مقاومت بالا دارا می باشن و استفاده از این سه فلز آلومینیوم و فولاد و آهن یک امر بسیار ضروری و یک امر پرکاربرد در صنعت ساختمانیه که شما میبینین از فلز آلومینیوم در نرده ها، از آهن، از آهن گادرا و آهن چادرا در سقف ساختمان ها استفاده میشه. نقش فلزات مورد استفاده در ساخت و ساز. در چند هزار سال گذشته نسل بشر توانسته که یکی از منابع فراوان جهان یعنی مواد معدنی مهار بکنه. از آنها یکی از موادی را که دنیای امروز تشکیل میده ما تونستیم که اون تولید بکنیم، یعنی فلزات. کشف فلزات به معنی واقعی کلمه عصر صنعتی آغاز شده که در این مقاله از سایت فولاد فیدار، یک سایت ایرانیه که معلومات جمع شده و خدمت شما ارائه خواهد شد. استفاده از فلز در ساخت و ساز. از بین کاربردهای فراوانی که فلزات دارن، ساخت و ساز بزرگترین صنعتیه که از فلزات استفاده میکنه و فناوری ساخت و ساز و پدیده ساخت و ساز از روزی که سازه ها بیشتر از سنگ ها ترشیده یا ریخته شده مسیر طولانی طی کرده. در آن زمان ساخت خانه های چند طبقه و منازل به صورت خیلی رواج نداشته و ما میدیدیم که عمالی هم شما اگر به قریه ها دیگه بریم از یک منزل تا دو منزل بیشتر نداریم. بزنجی با پیشرفت تکنولوژی و عصر تکنولوژی بشر توانسته که از طریق فلزات، یعنی بیشتر یک منابع یک ساختمان فلزات، ساختمان های بلند منزل، ساختمان های صد طبقه
فلزات تشکیل میدن و چند تا از فلزات ما اینجی مورد مطالعه قرار میدیم که اولتر از همه فلز آهن. بغیر از فولاد، مواد ارزشمند یا منابع بسیار فراوانی از آهن در کره زمین وجود داره که میتونیم آنها را از آهن تولید کنیم. به عنوان مثال مثل چودن یا آهن فرفورژه که مواد محبوب در ساخت لوله ها، از مواد فرفورژه در ساخت لوله ها، مثلا لوله های داربست هایی که به نمای ساختمانی بسته میکنن و از طریق از اونها نمای ساختمان کار میکنن. و یکی از محتمل ترین منبع ساخت یک ساختمان آهن تشکیل میده. و از آنجایی که در کشور ما به قیمت و دیگه به ارزون بودن یک فلز زیاد ارزش میدن، آهن که هست خیلی مورد استفاده قرار میگیره به خاطر قیمت مناسبی که داره نسبت به آلومینیوم و دیگه و دیگه، آهن بیشتر استفاده میکنن. عنوان بعدی آلومینیوم. از بین فلزات غیر آهنی بیشمار که در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار میگیره آلومینیومه. آلومینیوم از لحاظ برجستگی دومین فلزه که در کنار فولاد قرار میگیره و به صورت مداوم و وسیع در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار میگیره و دارای شکل پذیری و قابلیت انعطاف پذیری بسیار بالا و همچنین انعطاف پذیری طبیعی آن برای سیستم های روکش دیوارهای که به اتصالات کمتری نیاز دارند. همچنین برای مصارف ساختمانی که در معرض محیط های خورنده و مرطوب قرار دارند استفاده میشه. به دلیل دوام بالای آلومینیوم برای سازه هایی که دسترسی و نگهداری آنها دشوار است، مانند برج های آنتن و روشنایی ها نیز ترجیح داده میشه. یکی بعدی سروب. گرچه سروب دارای کیفیت سمی، اما هنوز هم به طور گسترده برای مجموعه از کاربردهای ساختمانی مورد استفاده میگیره. از سروب که هست دارای کیفیت سمی، یعنی مواد شیمیایی در او، سطح مواد شیمیایی در او بسیار بالاست و اکثر پوشش ها از مخازن، روکش های فلزی، نافدان ها و لوله های پایین، چشمکزن و سایر اجزای فلزی سیستم سقف نیز در آنها سروب موجوده. مس. مس که هست یک پدیده بسیار بسیار قدیمی، یعنی در اول صحبت هم خواهم که خدمت شما عرض کردم، مس یک فلزیه که 4000 سال قبل از میلاد مسیح مورد استفاده قرار گرفته و از او در عصر مصر باستان امپراتوری روم از او استفاده میکردن و ظروف و زیورالات مسی برای خود جور میکردن که فعلا هم بعضی وقتا که یک آثار باستانی کشف میشه میبینیم که بیشتر زیورات و ظروفی که کشف میشه از داخل از اینا همین ظروف و همین زیورات از مس ساخته شدن. برنج یعنی برونز. برنج یا همین برونز که هست الیاژ های مختلفی داره و شامل یکی از مشهورترین فلزاته. همین یک فلزیه که مبتنی بر مس از نظر سودمندی برای کاربردهای ساختمانی استفاده میشه. یعنی قیمت برنج که هست از مس به صورت خیلی خیلی سطح بالا ارزون تره و این فلز که هست به صورت به شکل‌های مختلف پیدا میشه و در هنگام طراحی و یا دیزاین یک شی که از خواسته باشن از برنج تولید بکنن، طراحی و دیزاین از او به خاطر انعطاف‌پذیری بالایی که داره بسیار آسان‌تر نسبت به دیگه فلزا. فلزات غیر آهنی در صنایع دستی یا پروژه های آینده خود ما و شما باید مراقب باشیم که از کجا میتونیم ورق های مس یا میله های برنز
بخریم به خاطر که قیمت های از اینا خیلی تفاوت داره از هم و قابلیت انعطاف پذیری و شکل پذیری از اینا خیلی به صورت گسترده و وسیع از هم تفاوت داره. دیگه از آخرین فناوری هایی که کارخانه های خود در کارخانه های خود اگر انشاءالله ما و شما یک کارخانه مس یا برنز یا کارخانه تولید فلز به شما خود شما افتتاح بکنیم انشاءالله که میتونیم مطمئن باشیم که باید از بالاترین کیفیت محصولات برخوردار هستیم و موفقیت پروژه های ما تضمین کنه. مطمئنا یک ایده بسیار خوبیه یک تولید فلز و همچنین که کشور عزیز ما افغانستان دارای منابع آهن و فلزات بسیار بالایی مثل معدن آهن اجگر نیست معدن قوریون دیگه معدن سروب ولایت غور دیگه بله معدن مس عینک میتونیم از اینها به صورت گسترده و عام المنفع برای کشور عزیز خود استفاده کنیم. السلام علیکم. خلاص خب تشکر از ارائه جالب زیبا و همه جانبه آقای انجینر سیب احمدی حسین دلجو و توقع میدم که از شما هم به همین ترتیب آمادگی بگیرید انشاءالله که پروژه خود دفاع کنید موفق و معید و پیروز بشید.